بعدی در ویزای سرمایه گذاری اینه که اینو گفتم قبلا، به جای اینی که ما بیایم بگیم که چه بیزینسی یا چه نوع زندگی در استرالیا من دقیقا میخواهم، بریم دنبال اون بیزینس هایی که نمیخواهیم. یعنی اگر که مثلا شما این رو هدف فرض کنید، این نقطه رو هدف فرض کنید، نقطه هدف اگه اینجا باشه، شما توی ایران دنبال نقطه هدف نباشید که دقیقا من باید تو استرالیا چه نقطه هدفی رو بردارم. شما دنبال این قسمت هایی از نقطه هدف باشید، اطراف نقطه هدف. یعنی چی؟ خب هزاران مدل بیزینس هست توی استرالیا، یا بخوایم شاید بگیم که اون شاید صدها مدل بیزینس هست برای انتخاب شما. واقعا هزار هم بگیم اقرار نکردیم، ولی برای انتخاب شما حداقل 100 مدل بیزینس هست. شما باید بیاین ببینید که اون 100 مدل کدوم ها رو نمیتونید انجام بدید. اینو میشه در ایران انجام داد. ما خودمون مثلا تو کورس بیس کلاب یا کورس های دیگه که میخوایم بذاریم اینو داریم روش کار میکنیم. چه بیزینسی نمیشه؟ آقا مثلا یه نفر میگه من میخوام تو استرالیا مزرعه بزنم. من نمیگم مزرعه تو استرالیا اصلا نمیشه. ما داریم، مثلا شما اگه بیایم سیدنی زندگی بکنین، مزرعه هایی هستن که 2 ساعت از شهر فاصله دارن. شما میتونید مزرعه رو بگیری، با همون عدد 500 تا مثلا بیای کار بکنی. ولی ما چیزی که داریم میبینیم، ماها خیلی نمیریم به سمت مزرعه هایی که 2 ساعت از شهر فاصله دارن. حداقل فعلا نمیشه، مگر اینکه مثلا خودمون روش کار بکنیم و جاش بندازیم و ایرانی ها بیان روش کار بکنن. فعلا نیست این چیزی که من دارم میگم، یا اگه باشه 1 در 100 مثلا هستش. پس مزرعه رو من حذفش میکنم از گزینه ها، مرغداری رو حذف میکنم، گاوداری رو حذف میکنم، مثال همه اینا. میام به سمت اون چند تا بیزنسی که با توجه به تخصص همسرم، بچه هام، سن بچه هام، دارایی که میتونم بیارم، نوع زندگی که انتخاب کردم، همه اینا رو با هم یه پکیج میکنیم. با توجه به اینا یه سری از گزینه ها رو حذف میکنیم و یه سری از گزینه ها رو تیک میزنیم. چند تا گزینه تیک میزنیم. این گزینه ها رو که تیک زدیم، حالا میتونیم روی این گزینه ها شروع کنیم یکم تحقیقات دقیق تری انجام بدیم. دیگه از اینجا به بعد تحقیقاتمون رو باید تحقیقات میدانی بکنیم، تحقیقات مثلا بریم با افرادی که اون بیزینس ها رو تو استرالیا دارن انجام بدیم، بریم مارکت ریسرچ علمی روش انجام بدیم. مثلا آقای نعیمی کار رو انجام میده، الان دیگه اومد رسید استرالیا و این کار داره میکنه. ما مارکت ریسرچ انجام بدیم، بگیم مثلا آقای نعیم برو برای من یه مارکت ریسرچ کن رو این. خب نمیتونه بره همه اینا رو مارکت ریسرچ کنه که. یا مثلا شما بهش بگی برو مارکت ریسرچ کن، بیا بگو کدوم بیزینس ها تو استرالیا خوبن. خب نمیشه، اون از شما یک اسمی میخواد. شما باید بگی آقا این بیزینس، این بیزینس، این بیزینس، برو مارکت ریسرچ کن برای من اطلاعات بیار. اینجا وقتشه، نه اینجا. اینجا شما بری سراغش، نمیدونه بعد چیکار کنه. بگی کدوم بیزینس تو استرالیا خوبه، اون فایده ای نداره. بعد بگیم آقا من رفتم این دوره ها رو دیدم، میدونم اینا به درد من نمیخوره با توجه به شرایط زندگی. این چند تا خوبه، شما برو رو این تحقیق کن. بعد میری آدماش هم پیدا میکنی، با آدماش هم صحبت میکنی. آدم هم که گفتیم آدم هم پیدا میکنیم، حالا بزنیم اون یکی از راه سامه، بزنیم تو بعدی بهتون میگم. آدماش رو پیدا میکنیم و اینجا ارتباطاتمون رو ایجاد میکنیم، آروم آروم خودمون رو به یکی دو تا از اینا نزدیک میکنیم. میایم استرالیا، حالا 3 تا هم باشه اوکیه. این تو وقتی که ایران هستیم، اومدیم استرالیا، میریم 3 تا رو خودمون بازدید میکنیم، دوباره 20 تا از روها کدوم بیزینس نگاه میکنیم، تصمیم رو میگیریم. ببین چه راحت تر و قشنگ تر میشه. ما الان کسایی که نمیگم همه خداییش، ولی خیلی از بچهای کلان دارن میان، ما داریم کسایی که 1-2 ماه اومدن با همین متد الان اینجا بیزینس را انداختن توی استرالیا. شما با روش قدیم مقایسه کنین چه وحشتناک بود. این شخص میومد تازه میرسید استرالیا، میفهمید که استرالیا کجاست، بعد مثلا 6 ماه یه سال میچرخید ببین اصلا چه خبره اینجا، بعد یه بار سرش کلا میرفت. یه بار اصلا قصه های قدیم ما مثل قصه های اساطیر خیلی قدیمی یونان و ایران باستان اینقدر وحشتناک قصه های 888. مونتا نگران نباشین، یعنی اینا کاملا اگه درست بیاین جلو همش درست شدنیه، نگران هیچی نباشین. پس این راز میگه که به جای اینکه ببینی دقیقا چی رو میخوای، ببین دقیقا چی ها رو نمیخوای و تمرکزت رو روی اونا بذار.